ابو سفیان به زنش گفت: زن، روزی که محمد رو از مکه بیرون کردیم دل اهل مکه هم با خودش برد. زنش بهش گفت: مرد، بعد از 21 سال مبارزه من میبینم که اسلام از کانال دل وارد میشه. دلو تسخیر میکنم. بعد آمدم پایین. فرداش صبح شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه به 10,000 مجاهد میتونستن که مکه رو به خاک و خون بکشونن، ولی اون که ملوف نیست، اون پیغمبره، اون رحمتا للعالمینه، فرق میکنه با ملوک دنیا، پادشاهان خودخواه و متکبر دنیا، فرق میکنه. اون رحمتا للعالمینه، حتی برای ملوک و پادشاهان دنیا هم رحمتا للعالمینه. گفت: کسی شمشیرش نشونه کسی نده تو مکه که او حب انتقام بیاد. شمشیر تو غلاف جلو افتاد، یه چوبی دستش بود، این آیه رو تلاوت میکرد: قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بگو حق آمد، باطل نابود شد، ناپدید شد. ان الباطل کان زهوقا، حق مندگاره و باطل ناپایداره. بعد وارد شد، رفت با همون چوبی که دستش بود فکر جاهلی رو سرنگون کرد. اونجا بت‌ها رو سرنگون کرد. بت یعنی چی؟ یعنی افکاری که تبدیل به بت شده بود در درونشون، بعد تبدیل به سنگ شده بود. اول این بت‌ها در درونشون شکل گرفته بود، بعد آمده بود بیرون، بعد میزد تو شکم بت‌ها، سرنگونشون میکرد و میگفت: قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بعد رفت روی پله بالا ایستاد، خود بخون سخنرانی کرد، موعظه کرد. حالا اهل مکه همه ایستادن، سکوت و فرما شد. گفت: یا معشر قریش، ما تظنون انی فاعل بكم اليوم، شما چه گمان میکنی درباره من؟ 10,000 نفر همراهش ها، امروز من چه کار میکنم در حق شما، در برابر شما؟ یک نفر بلند شد از وسط از کفار، گفت: اخون کریم و ابن اخن کریم. سبحان الله، 21 سال با او جنگیدن، بیرونش کردن، ولی اونو میشناسن، میگن اخون کریم و ابن اخن کریم، تو برادر بزرگوار و با گذشتی ما هستیم و بزرگواری و گذشت رو از تو سراغ داریم، و ابن اخن کریم و پسر برادر کریم و بزرگوار و با گذشت. پیامبر نگفت حتی مسلمان بشید، خوب دقت بکنید، اسلام تحمیلی و اجباری نه، نفاق ایجاد میکنه. گفت: اذهبوا فانتم الطلقاء، همتون برید که آزاد. وقتی عفو عمومی صادر کرد، حالا کسی نمیره. گفتن این عظمت فقط در اسلام، همه اونجا رو به قبله علم و ادب و اخلاق و بزرگواری ایستادن و گفتن این اخلاق زمینی نیست، این اخلاق بالاست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله.